مرتبه دکترای روانشناسی بالینی و فوق تخصص در سنجش‌های علمی و روانی از آمریکا با تهیه برنامه رادیویی و تلویزیونی به نام دریچه امید، چگونگی بهبود یافتن و درمان زخم‌ها و دردهای روانی موجود در خانواده‌ها و جامعه ایرانی را آموزش و مشاوره می‌دهد. نوروی در همین راستا سمینارهای متعددی در کشورهای ایران، امارات متحده عربی، کانادا، اروپا و آمریکا برگزار نموده است و در همین راستا آثاری را منتشر نمودند که عبارتند از تألیف کتاب چگونه مادر و پدر موثری باشیم، ترجمه کتاب یک سبد عشق، شناخت مردان، چراغ شوهرت را روشن کن، چراغ دل زنت را روشن کن، از کودکان بیاموزیم و نیز هرچی نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه سیدی چگونه مادر و پدر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم. همچنین 4 محصول جدید با عنوان چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم، چگونه عشق را به زندگی مشترکمان به ارمغان بیاوریم، چگونه به وزن ایدئال برسیم و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم. برای تهیه آثار دکتر شیرین نوروی در ایران با شماره های 0912 578 1366 و یا 0919 705 2548 و در آمریکا و سایر کشورها با شماره 201 818 34 46 818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت nuravi.com مراجعه فرمایید. درود گرم من رو در هر کجایی که تیک هستید بپذیرید. امیدوارم خوب باشید و بیننده برنامه ما. ساعت‌های ما یه مقدار جابجا شده و حتما همدیگر رو پیدا خواهیم کرد. روزهای سه شنبه ساعت 7 شب و پنج شنبه ساعت 5 شب و شنبه 12 ظهر. بنابراین در ساعت‌های متفاوت گذاشتیم که شما را در ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا، اروپا و همه جای گیتی داشته باشیم. سپاس فراوان از تلفناتون، از اینکه در فیسبوک تشریف میارید. متاسفانه همه پیام‌ها رو ما نمیتونیم چک کنیم، ولی پیام‌های زیبای شما رو می‌بینیم و همواره یه جوری با شما در تماس هستیم. این برنامه امروز آقای دکتر پیمان رؤوفی، همکار عزیزم، همکارم هستن، بورد رجیسترد سایکوتراپیست. و سلام دوباره، امیدوارم خوب باشید. خدمت شما. بله بله، من اومدم. شما اومدین، حالتون خوبه؟ متشکرم، مرسی از اینکه دعوت کردید. امشب من در خدمت شما و بینندگان خوب این برنامه دریچه‌ای به سوی امید از تلویزیون جهانی امید ایران هست. بله، و امروز روز بسیار بلندی ما داشتیم، از 10 صبح شما، 9 صبح من و دقیقاً تا 6:25 دقیقه و تونستیم برسیم اینجا. چقدر خوشحال هستیم. در 2 دفتر لس آنجلس و تارزانا ما همه سن رو میبینیم، مادر، پدر، خانواده، مادر بزرگ، پدر بزرگ، کسانی که مدیکر دارید، بیمه های دیگه دارید. اغلب بیمه ها تلاش میکنیم بتونیم بپذیریم و جوانان، نوجوانان دیگه. کسی رو من هست که نگفتم، در همه سنیم، کودکان، حتی ما کلاینت های زیادی رو داریم که پدر و مادرها میان و میخوان ببینن که با کودکشون، با تازه به دنیا اومدهشون چگونه میتونن رفتار مناسبی داشته باشن. مسائلی که بسیار مهمه، از بد به تولد. پدر و مادرها وقتی بچه اول به دنیا میاد و جوانم هستن، یه مقداری در مورد تجربه پدر مادر بودن
کردن و نگهداری از کودکشون، مسئله غذا، مسئله فرض کنید عوض کردن پوشک و خیلی مسائل دیگه، مشکلاتی دارن که نمیدونن به قول معروف چه موقعی باید فرزندشون رو کمک بکنن بله. که پاری ترین بشه، بتونه خودش دستشویی بره، کاراشو انجام بده. و در مورد این مسائل زمانی هستش که کودک احتیاج پدر مادر احتیاج دارن که با کودکشون صحبت بکنن، رفتار مناسب داشته باشن و همینطور دیگه همینجور هرچی سن ما بالاتر میره احتیاج به کمک داریم و راهنمایی و مشورت. بله، جوانان، نوجوانان، بچه ها در دبستان، دبیرستان میتونیم کمک کنیم. و همیشه باور ما اینه که فقط این نیست که شما بچه رو بیارید توی دفتر و تموم شه. هم زمان که بچه میاد ما با مادر و پدر کار میکنیم و اینکه نیازهای بچه ها چیه و اون خانه چگونه است. مادر مثلا بچه رو میارید و ما حال به قول معروف فیکسش میکنیم، همه چی درست میشه، ولی وقتی برمیگرده منزل اگر هنوز محیط خوب نیست اون وقت اونجا بچه دوچاره اشکال میشه و مسئله میشه. بنابراین با بچه هم کار میکنیم، با بایو فیدبک، نیرو فیدبک، ای ای جی، الفا استیم و هیپنوتراپی و ای ام دی آر کار میکنیم، درسته؟ بله. و خدمت دوستان عرض بکنم که با فوق تخصصی که خانم دکتر شیرین نوروی دارن در دفاتر ما در زمینه تست های آموزشی و تحصیلی که 2 سال فوق تخصص دارن از مرکز رایس دیویس در لس آنجلس، ما این امکان در دفاترمون فراهم شده بله. که تمامی تست های تحصیلی و آموزشی و روانشناسی رو در دفاترمون میتونیم انجام بدیم. لازمه که این رو خدمت دوستان عرض بکنم که تست های روانشناسی و تحصیلی رو روانشناسان یا سایکولوژیست ها که دارای درجه دکترا هستند و مجوز رسمی دارن از بردهای تخصصی ایالتی خودشون، به عنوان مثال در کالیفرنیا، ایالت کالیفرنیا است که این کار رو انجام میده، میتونن انجام بدن و تخصص ویژه‌ای رو میخواد، ترینینگ و آموزش مخصوصی رو لازم داره تا بشه این تست ها انجام بشه و بعد یک گزارش مفصلی رو روانشناس بتونه بنویسه با قرار دادن تمامی قسمت های مختلفی از آزمون ها که همراه قسمت مصاحبه هست، قسمت صحبت با فرض کنید پدر و مادر فرزند شما اگر در مورد جوان و نوجوان و کودک داره انجام میشه و همه اینها یه چیز حدود 10 صفحه 15 صفحه گزارش روانشناسی خواهد بود که کمک میکنه به ما به عنوان متخصص و شما به عنوان کسی که میخواید بهتر مشکل خودتون یا مشکل فرزندتون رو درک بکنید، یک فرض بکنید MRI یا یک X-ray هستش که میتونه از مسائل روانی، قوتها و ضعفهای انسان پرده برداره و گزارش بده به ما. همونطور که ما سمپل خون رو میتونیم بگیریم و به آزمایشگاه بدیم و میزان کلسترول و نمیدونم کلسترول خوب و بد و قند و اینها رو مشخص میکنه، ما هم میتونیم از همین طریق میزانهای نگرانی، افسردگی، توانایی‌ها، نمیدونم وسواس‌ها و غیره و غیره رو در این آزمون‌ها مشخص بکنیم که این امکان با همت و زحمتی که خانم دکتر کشیدن و تمامی این تست‌ها در دفاتر ما آماده است، چون تهیه کردن اونها، آپ تو دیت کردن اونها بسیار مهمه و ما اینها رو داریم، به روز شدن و جدیدترین آمار تستی تهیه شده که ما میتونیم این مقایسه رو انجام بدیم و نسبت به اونچه که به دست میاریم برای شما دوستان یک گزارش خوبی رو تهیه بکنیم یا یه ریپورتی رو تهیه بکنیم. اگر که علاقمند هستید میتونید با دفتر ما تماس بگیرید و وقتی رو تعیین بکنیم و تشریف بیارید و این تست ها رو انجام بدید. دقیقا، مرسی. و این آزمون ها ارزشیابیه برای بچه های شما در رابطه با حتی برای بزرگسالان در رابطه با مغزشون، کارکرد مغزشون، چگونگی کارکرد نیمکره راست مغز و نیمکره چپ شما مغزشون، اونجایی که شما از بچه هاتون انتظار دارید یک باره بچه من قراره این رشته رو انتخاب کنه، این شغل رو داشته باشه، این شخصیت رو داشته باشه، ما با ارزشیابی، با آزمونای روانشناسی به شما نشون میدیم که بله نیمکره راست بچه به شما بهتر کار میکنه، فعالتر، یا نیمکره چپ مغز بچه شما فعال تره. بنابراین شما متوجه میشید که چه چیزایی رو بچه شما میتونه انجام بده، چه چیزایی رو قادره انجام بده. بنابراین این خیلی موضوع مهمیه.
در رابطه با بایو فیدبک و نرو فیدبک می‌خوایم یک صحبتی بکنیم و بهتون نشون بدیم بایو فیدبک و نرو فیدبک که ما در دو دفتر لس آنجلس و تازانا انجام میدیم برنامه است برای تنظیم تپش قلب، تمرکز، حافظه، کسب آرامش، نمایش نوساناتی که میتونید داشته باشید، اختلالات خواب و تشویش و نگرانی، افسردگی، عدم تمرکز با بیش فعالی، اون هیجانات منفی که میتونید داشته باشید، عصبانیت ها و دارون نمیتونه اون سلول های مختل شده مغز رو بازسازی کنه، نمیتونه و تازه یه مقدارم ساید افکت داره، اثرهای جنبی داره، ولی بایو فیدبک همراه با تراپی و همراه احتمالاً با مقدار کمی دارو که نمیدونیم چقدر دارو هست، راجع به اون بیشتر صحبت میکنیم، با روانپزشک میتونه تماس بگیرید، میتونه کمک بکنه و به حال شما و حال بچه‌تون خوب بشه. فقط یک یا دو بار در هفته خوب خیلی بهتر است و حداکثر 60 بار میتونه کمک کنه که به واسطه دستگاهی که در اختیار داریم به قسمت لیمبیک سیستم شما یا فرزندتون که نزدیک هیپوکمپس هستش قشنگ اونجا کار بکنه و اکسیژن کافی رو ببره، یا از طریق نرو که حالا دکتر توضیح میدن بیشتر، یا از طریق بایو با انگشتان شما ما کار میکنیم، یا از طریق گوش شما، و میبینید که این از لحاظ این مغناطیس از این انرژی که داره میاد چه بالانسی ایجاد میشه در رابطه با کارکرد نیمکره راست و چپ مغز شما. این آقای دکتر مغزم که آوردین نشون بدین، بسیار خوب. بله، همینجور که شما فرمودید خانم دکتر، دوستان ما بدونن که این مغز ما در حقیقت دو تا نیمکره داره و مشخصا نیمکره راست و نیمکره چپ هر کدوم وظیفه انجام کار خاصی رو دارن و به طریقی که ما عمل میکنیم، فکر میکنیم، علایق ما، سلایق ما، همه و همه مربوط به این هستش که از کدوم یک از این نیمکره های مغزمون بیشتر استفاده میکنیم. و یادمون باشه که معمولا نیمکره چپ ما قسمت راست بدن ما رو کنترل میکنه و نیمکره راست ما قسمت چپ بدن ما رو کنترل میکنه و همین هستش که ما میتونیم یک بالانس و یک توازنی رو در زندگی داشته باشیم. بسیار مهمه که ما بدونیم و بشناسیم که از کدوم یک از این نیمکره های مغزمون بیشتر استفاده میکنیم، برای اینکه یک علاقه خودمون و استعداد خودمون رو نسبت به اون قسمت نیمکره مغزی بشناسیم، و دو در مورد اینکه چه انتظاراتی از خودمون داریم، و سوم اینکه چگونه میخوایم از نیمکره دیگر مغزمون هم استفاده بکنیم و فعالیتش رو بیشتر بکنیم و بیایم و استفاده از اون یکی نیمکرهمون هم بکنیم. قرار نیستش که ما همیشه بگیم که خب من اگر از نیمکره چپ مغزم بیشتر استفاده میکنم همیشه همینطوره. نه، اگر یاد میگیرم و میشناسم که نیمکره چپم رو بیشتر استفاده میکنم، میتونم یاد بگیرم چگونه از راست هم میتونم بیشتر استفاده بکنم. مریم جان میشه این تیکر رو نشون بدین که بله بفرمایید. گوهد. بله. نیمکره راست چپ و مغز رو داریم نشون میدیم. ای وای چیش آ بله میبینین؟ بله. بله، خدمت دوستان عرض بکنیم که اونچه که نیمکره راست ما انجام میده میتونیم بگیم که در مورد مسائل خلاقیت، در مورد هنر، در مورد اینتویشن، در مورد هنر و موسیقی، میبینیم افرادی که از قسمت راست مغزشون بیشتر استفاده میکنن به کارهای با خلاقیت و خلق کردن کارهای هنری بیشتر علاقه دارن. قسمت چپ بیشتر آنالایز کردن، منطق، حسابگری، زبان، شغل، ساینس، علوم. مرسی خانم. علوم و کارهاییست که احتیاج داره به جزئی، کارهای کلی نیستش، ولی قسمت راست بیشتر کارهای کلیگری هستش، احساسات و عواطف و نویسندگی و گفتید شما راجب موزیک و شعر و خلاقیت و بله که فرد از خودش یه خلاقیتی داشته باشه، از اینتویشن خودش، از درون خودش بتونه یک چیزی رو خلق بکنه. افراد دیگه‌ای که بیشتر از قسمت چپ استفاده میکنن شاید در
مکانیزم های صحبت کردن، سوشیال اسکیلز بهتر باشن، در مورد زبان یاد گرفتن بهتر باشن، زبان های بیشتری رو یاد بگیرن. اونایی که از قسمت راست مغزشون استفاده میکنن ممکنه آدم هایی باشن که یه مقداری تو خودشون بیشتر هستن، با خودشون بودن میتونن خلاقیت ایجاد بکنن و یا اون هنر رو و موزیک رو خلق بکنن. در فرض کنید میبینیم ممکنه سوشال اسکیلز یا مهارت‌های رفتارهای اجتماعی کمتری داشته باشن. اینها همه و همه کمک میکنه که ما بیاموزیم که چگونه میتونیم زندگی شادتر و بهتری داشته باشیم. برای پدر مادرها و اطرافیان و همسر بسیار مهمه که ما اون فرزند رو، اون همسرمون رو اونگونه که هست بپذیریم، قبول بکنیم، انتظار نداشته باشیم کسی که مقداری بیشتر دوست داره خلاقیت داشته باشه، دنبال هنر میره، حتما بره کارهای فرض کنید منطقی یا کارهای ریاضی مربوط به ریاضیات و مهندسی و غیره رو هم حتما بتونه انجام بده. دقیقا این خیلی مهم بود که گفتید. اسکان مغزی کاملا نشون میده که مغز نیمکره راست ما با چپ ما چقدر متفاوته و این بچه شما چه استعدادی داره. ولی متاسفانه ما در فرهنگمون میبینیم، مشاهده میکنیم که مادر پدرها چه انتظاراتی دارن. بچه های من دکتر بشن، مهندس بشن، وکیل بشن، حسابدار بشن، غافل از این که این بچه اصلا نیمکره چپش تو اسکن مغزی امارای نشون داده خیلی فعال نیست. بنابراین فشار میارن، باعث دیپریشنش میشن، باعث افسردگیش میشن، باعث استرابش میشن و بعد میگن چرا بچه من گوشه‌گیر، ناراحت، حال و حوصله نداره. برای اینکه انتظاراتی که شما دارید بچه شما قادر نیست از عهده‌اش برآید. باور کنید ما بین دوستانمون اقلا 4-5 نفر میشناسیم که مهندس بودن بعد رفتن روانشناس شدن، مهندس بودن به خاطر شما میشناسین. حالا من یک دوتشونم میارم مصاحبه میکنم، قبلا هم مصاحبه کردم. روانپزشک ما میشناسیم، روانشناس میشناسیم که اصلا دلشون نمیخواسته که اون رشته رو خونده باشن و انجام مثلا مهندس شده باشن ولی یا حسابدار، ولی مجبورشون کردن، به سختی با بدبختی با زور رفتن و بعد متوجه شدن خوشحال نیستن، اومدن رشته دیگه گرفتن، تغییر رشته دادن. بنابراین چقدر مهمه که شما متوجه باشید این فشار رو روی بچه هاتون نگذارید. بله، یک مطلب خوبی رو که اشاره کردید مسئله همون دیپرشن، افسردگی و اضطرابه. حالا باید ببینیم وقتی که ما به عنوان مثال پدر و مادر از فرزند خودشون انتظاراتی داره و اون فرزند در قابلیتش نیست، در توانایی اون نیست که بتونه اون کار رو انجام بده، اون رشته رو بخونه، چرا علت افسردگی پیش میاد؟ برای اینکه انتظارات پدر مادرش رو نمیتونه برآورده بکنه، برای اینکه احساس میکنه ناتوانه. متاسفانه خیلی وقتا پدر مادرها ممکنه مقایسه بکنن، میگن پسرعموت دیدی رفت پزشک شد، تو چطور نمیتونی؟ اون که پسرعموی توئه، پس شما باید تو ژنمون باشه که ما بتونیم این کار رو بکنیم. یا اینکه فرض کنید دختر داییت رو دیدی چقدر خوب تونست بره در رشته مثلا مهندسی موفق باشه. اونجاست که همین مقایسه کردن و همین که فرد میتونه خودش رو کمتر از دیگران ببینه او رو میبره به قسمت نگرانی و اضطراب و عدم اعتماد به نفس و بعد افسردگی. خیلی جالب گفتید. وقتی که مادر پدر رو صحبت میکنن راجب این که ژنت ما فامیل یکیه، تو چرا اینجور هستی، یک در میلیون بچه های ما شبیه هم میشن، حتی خواهر برادر ها. و بعد در رابطه با مقایسه که گفتید و یا اینکه مرتب میگن که تو توانایی نداری، تو یاد نمیگیری، اون بهتره، مقایسه میکنن، پایین میاندازن. یک تحقیقی شده بوده که در مدرسه اول سال به همه بچه‌ها، به ما آموزگار گفتن این بچه‌هایی که عدم تمرکز داشتن، بعضی‌هاش هم عدم یادگیری داشتن، بهشون گفتن که به معلم گفته این بچه‌ها بچه‌های متوسطن و خوبن. معلم دیگه باور نکرده که اینا یه مقدار عقب هستن یا عدم تمرکز دارن، همون درس معمولی رو به اینا داده، همون کار رو با اینا کرده و آخر سال ملاحظه کرده که نمرات چه خوبه. یعنی شما باید ببینید، شما باید متوجه باشید که گفتار شما، حرف شما، اعمال شما، رفتار شما چگونه روی بچه ها اثر میگذاره و همونو زندگی میکنن. یعنی در واقع ما همونیم که راجع به ما میگن، هی توضیح میدن که اینجور هستی، تو باهوش نیستی، یا اینکه خودمون این لیبل ها رو به خودمون میزنیم، این مارک ها رو میزنیم و مثل اینکه یه چکش دستمون گرفتیم و داریم تو سر خودمون میزنیم که من نمیتونم، من ناتوانم، من یاد نمیگیرم. دقیقاً
همونایی که ما میگیم به زمین ناخودآگاه خودمون، سابکانشس مایند خودمون میبریم و همون میشیم و همون زندگی میکنیم. چطوریه که میگن حرف مثبت بزنی؟ چون فکر میکنی چقدر میگن مثبت صحبت کنید. من میخوام دوستان رولف کنید بیاید رو خط، اگر پرسشی دارید ما در خدمتون هستیم، خطمون هم بازه. مریم خانم خط رو باز کنین لطفاً و بیایید رو خط، پرسشی دارید حتما بیایید صحبت کنیم. چطوریه که تو زندگی ما برداشتای ما این هستش که اینطوری شدیم؟ آیا فکر میکنین مادر و پدر به ما گفته، معلم به ما گفته، فامیل به ما گفته؟ نظر شما چیه آقای دکتر؟ بله، بسیار مهمه این که حالا هم دیگران وقتی به ما یه کامنتی میدن یا یه نظری میدن و این که من فکر میکنم که خب اون حتما درش یک واقعیتی هست، حقیقتی هست و من اون رو به درون خودم اینترنالایزش میکنم و طبیعتا رفتار من هم میتونه اون رو خیلی راحت نشون بده. و یا اینکه گاهی وقتا ما توی دفترمون میشنویم افراد میگن من اصولا آدم خنگی هستم، آدم کودنی هستم، من میدونم که نمیتونم انجام بدم، من خودم رو میشناسم، بارها امتحان کردم و نتونستم انجام بدم. و من خیلی سریع توی دفتر واقعا به این دوستان میگیم اول ببین همین قسمت، همین جمله رو شما باید درست بکنی. شما به جای اینکه این قسمت منفی رو در مورد خودت میگی و اون در تو اثر میگذاره و خودت اون رو باور میکنی که آدم ناتوانی هستی، برای اینکه ممکنه پدر و مادر این حرف رو بهت زدن، هم کلاسی این رو زدن یا یک دانش آموزی تو رو بولی کرده، قلدری کرده و این حرف رو به تو زده، تو هم داری این رو خب به درون خودت اینترنالایز میکنی و تمام توانایی ها و استعدادهای فرد رو میتونه همین جملات منفی از اون بگیره. چرا که طبق قانونی که آرون بک پدر علم درمان شناختی معرفی کرد، این افکار ما رفتار ما رو به وجود میارن و تعیین میکنن و این رفتار احساس ما رو، دقیقا مثل یک مثلثی که هر سه گوش این مثلث به هم مربوطه. اگر من طور خاصی فکر بکنم و بیاندیشم و به درون خودم انتقال بدم، رفتار من هم همونطور خواهد بود. اگر کسی میگه من مهارت اجتماعی ندارم و خجالتی هستم، رفتار او هم خجالتی است، به گوشه عزلت میره، با دیگران رابطه نداره. احساسی هم که به وجود میاد خب احساس افسردگی است. اگر من با کسی رفت آمد نمی کنم، اگر کسی من رو دوست نداره، اگر من کسی رو دوست ندارم، خب افسرده میشم، غمگین میشم، نگران میشم که چرا این گونه است، از خودم سوال میکنم برای چی من انقدر تنها هستم. و بعد همین اون فکر فرد رو هم تایید میکنه و به او ثابت میکنه به دلیل این رفتار و به دلیل این احساس پس فکرش درست بوده، پس آدم خجالتی و ناتوان و گوشه عزلتگیری هست. پس این متاسفانه همون تلقینی که ما به خودمون میگیم و دیگران به افراد میگن میتونه به این ترتیب به ما صدمه بزنه. دقیقاً. و در ادامه اون چه که شما گفتید، اون احساس و افکار و رفتار ما، اون رفتار ما که صفت ما میشه، شخصیت ما میشه دیگه، اصلا باورمونه که من اینو شخصیت رو دارم، من اینم. حالا هرچه، یکی شخصیت خوبی برای خودش تعیین میکنه، یکی میگه من ناتوانم، من بدبختم، من ضعیفم، من خجالتیم، من کمروم، حتی من افسرده هستم. من برای کسایی که میگن افسرده هستم میگم بگوین افسردگی رو دارم، دستمه، هر وقتم خواستم میتونم بذارمش پایین، نگو هستم. خب بعد اون صفت من، عادتهای من صفت من میشه، بعد چی میشه؟ شخصیت من میشه، عادت من میشه و بعد سرنوشت من میشه. یعنی دیگه من همینم که دارم میگم دیگه، عوضم نمیشم. در حالی که ما شکوفایی میتونیم داشته باشیم، ما میتونیم هنوز نیمکره چپ مغز ما کار کنه، هنوز در قسمت‌های زیادی از زندگی که امتحان نکردیم امتحان کنیم و خلاق باشیم، مثلا نقاشی، موسیقی. شما نمیدونید که ما میتونیم این کارو بکنیم، سخت، تلاش زیاده. گفتیم نمیتونیم کسی رو مجبور کنیم، ولی اگر شما left brain هستید، قسمت چپ مغز شما کار میکنه، اصلا با هنر آشنایی ندارید ولی هنر رو ستایش میکنید، موسیقی رو ستایش میکنید، خودتون میتونید یه روز بردارید و این قلمو ببینید آیا شما چقدر استعدادشو دارید. اون موقع تازه متوجه میشید که بله، تو منم هست. من فکر کردم اصلا نمیدونم، پس اینجوری نیست. ذوق و شوق رو به وجود میارید تو خودتون. تازه بعدش مهمتر از همه پشت کار همت، اراده است که میتونه نقشه بسیار زیادی داشته باشه. خب مریم خانم، اگر ممکنه یه آگهی برید، بعد ما برمیگردیم با شما دوستان بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم.
شیرین نوروی، دکترای روانشناسی بالینی و فوق تخصص در سنجش‌های علمی و روانی از آمریکا، با تهیه برنامه رادیویی و تلویزیونی به نام دریچه امید، چگونگی بهبود یافتن و درمان زخم‌ها و دردهای روانی موجود در خانواده‌ها و جامعه ایرانی را آموزش و مشاوره می‌دهد. دکتر نوروی در همین راستا سمینارهای متعددی در کشورهای ایران، امارات متحده عربی، کانادا، اروپا و آمریکا برگزار نموده است و در همین راستا آثاری را منتشر نمودند که عبارتند از تألیف کتاب چگونه مادر و پدر موثری باشیم، ترجمه کتاب یک سبد عشق، شناخت مردان، چراغ شوهرت را روشن کن، چراغ دل زنت را روشن کن، از کودکان بیاموزیم و نیز هرچه نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه سیدی چگونه مادر و پدر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم. همچنین 4 محصول جدید با عنوان چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم، چگونه عشق را به زندگی مشترکمان به ارمغان بیاوریم، چگونه به وزن ایدئال برسیم و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم. برای تهیه آثار دکتر شیرین نوروی در ایران با شماره های 0912-578-1366 و یا 0919-705-2548 و در آمریکا و سایر کشورها با شماره 201-818-34-46-818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت nuravi.com مراجعه فرمایید. بله، خب خدمت شما دوستان برمیگردیم و این آگهی رو که ملاحظه کردید در مورد لیست سی دی ها و کتاب های خانم دکتر شیرین نوروی بود که بسیار جالب هست و این نکته بسیار برای ما مهمه که ما اگر کودکی داریم، ما اگر میخوایم ازدواج بکنیم، ما اگر میخوایم در زندگی شادتر و بهتری داشته باشیم، خیلی خوبه کتاب بخونیم، خیلی خوبه اطلاعاتی رو به دست بیاریم و واقعا الان در خیلی از مطبوعات ایرانی و حتی خارجی مطالب بسیار خوبی صحبت میشه، گفته میشه و یاد گرفتن ما میتونه زندگی بهتری رو برای ما به ارمغان بیاره و کمکمون بکنه تا بتونیم مشکلات یا سوالهایی که سر راه ما قرار میگیره رو بتونیم بهتر انجام بدیم. به عنوان مثال یکی از سیدیایی که خانم دکتر شیرین نوروی دارن، چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم هست. این سیدی رو شما دوستان اگر تهیه بفرمایید کمک میکنه به افرادی که ازدواج کردن و میخوان بدونن که یا میخوان ازدواج بکنن، میخوان ببینن چه مهارت‌هایی رو میتونن داشته باشن، کسب بکنن، بهره بگیرن و اینکه چگونه رفتار مناسب با همسرشون داشته باشن، چگونه بتونن کامپرومایز کنن. یه جای خوبه ما کوتاه بیایم، یه جای خوبه که بتونیم قبول بکنیم که شاید همسر من هم حق داره و درست میگه. آفرین آفرین آقای دکتر، ازدواج کردن کجای خانم مریم جونم؟ داشتی تلفن ها جواب میدادی. آقای دکتر داره 2 فرزند هستن و من میبینم واقعا چه پدر نمونه هستن. من چند بار اتفاقی شما رو، یه بار جلوی وودلندز مارکت بود، یه جا هولسام چویس بود، یه جا میسیز بود، با خانواده دیدم بچه ها بغلشونه، چقدر توجه دارن و متوجه هستید که چقدر خانمتون ماشاءالله با این دوتا بچه ها باید وقت بگذرونن. نکته مهمی هست چقدر که سخته. واقعا وقتا آقایون فکر میکنن چون خودشون فقط دارن کار میکنن، خانمشون کار خاصی انجام نمیده و واقعا اونجا هستش که ما این رو باید بپذیریم که نگه داشتن بچه ها کار بسیار بزرگیه و خودش یه فول تایم جاب یا یه کار تمام وقته، حتی بیشتر از فول تایم، شاید هم بیشتر، برای اینکه احساسی هم هست
و حتی فرض کنید اگر بچه سرفه‌ای میکنه مادر تمام تن و بدنش میلرزه که بچه من مریض شده، یا از ماشین که میخواد بذارتشون پایین باید خیلی مراقب باشه که خدای نکرده حادثه ای اتفاق نیفته. خلاصه بله کار سختیه واقعا. من خطا جواب میدیم، من یادم ما داره 3 فرزند هستیم، من دو پسر کوچک من 18 ماه فاصله دارن، بعد معمولا همسرم شنبه ها کار میکرد و من بچه رو قرار بود ببرم پارک، خوب دختر بزرگتر هم داشتیم، همسرم گفت کاش که منم بودم، من باید کار کنم، چه تفریح و گردشی میکنین شما. گفتم مادرمانم بود، از تازه مادر بزرگم بود، گفتم اصلا گردش و تفریح نیست، خیلی هم کار سختیه، ولی چقدر لذت بخشه، چقدر خوبه، چقدر زود میگذره، و ولی مسئولیت بزرگی حتی بردن پارکشون داره. هر لحظه شما باید مواظب باشید و راحت نیست. جونم شما رو خط هستید؟ مریم جان خواهش میکنم اونجا چک کنین عزیزم. علی جانم اونجا خطا رو میشه چک کنین؟ بله داشتیم میگفتیم شما داره بچه هستید، آیا فکر میکنید راحت بچه داری؟ نوجوانی چطوره؟ با کدوم سن راحت تره؟ بچه شما چند سالشونه الان؟ حالا ما یه 5 ساله داریم و یه 2 ساله نیم. 2 ساله رومتون و 5 سالتون ماشاءالله خیلی باهوشتر از سنشونه. حالا حتما شما میگین به پدرش رفته. جانم بفرمایید. سلام عزیزم، من و دکتر دعوفی رو خط هستید، شما با ما هستید. جونم بله عزیزم، میخواستم ببینم شما مدیکرم قبول میکنید، چون من از روز مالی که خودی در مزیقه هستم، بعد فکرم خیلی ناراحت الان، من میخواست شما رو هست بسر ببینم، بله ما مدیکر میپذیریم، سلایدینگ اسکیل داریم، شما لطف کنید به همون تلفن آفیس 818-344-6818 زنگ بزنید و برای وقت ملاقات بخواید که بهتون وقت بدن که ما در خدمتون باشیم. باشه عزیزم. اگر ولی هستی تو ولی و لس آنجلس، شهر تارزانا، شهر تارزانا و شهر لس آنجلس در سپولویدا، درسته؟ بله سپولویدا در شمال ویش. من یه موقع زنگ میزنم آدرس میگیرم، چون الان برام مشکلی افتاده. بله مسلمن مسلمن. خوشحال میشم ببینمتون. خواهش میکنم. ایشالا که موفق باشین همیشه تو زندگی. خواهش میکنم. خیرتون به همه میرسه. خواهش میکنم، خیلی ممنون هستیم، خیلی متشکر هستیم و خطای بعد جواب میدیم. ممنونیم که زنگ زدید و ما رو انتخاب کردید. خواهش میکنم، یاد بس برها. Thank you. ما مپریشیت میکنیم، قد داریم، مرسی، خدافز. ممنون. خواهد تو قبل از که خط بعدی رو بگیرین، من اگر اجازه بدید باز یکی دیگه از سیدی های شما رو اینجا خدمت دوستان بگم، و اون چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم هستش. و این سیدی بسیار خوبی است برای ریلکسیشن و این که ما بتونیم به این سیدی گوش بکنیم و تکنیک هایی رو به ما میآموزه و کمکمون میکنه تا بتونیم از این همه شلوغ پلوغی های روزانه، این همه فکر. گاهی وقتا افراد به من میگن من خیلی فراموشکار شدم، وقتی ازشون سوال میکنیم میبینیم که کارهایی که میکنن زیاده. فرض کنید این بچه رو از اینجا بردارم، اینو بپردازم، اون کارو بکنم، غذام درست بکنم، به مادر پدر مریضم برسم، این همه چیز بر روی بشقاب ما قرار داره. خب معلومه یه چیزایی رو فراموش میکنیم. اونجاست که ما باید بیاموزیم به کمک این سی دی که چگونه بتونیم خودمون رو آرام بکنیم. یه 10 دقیقه، 1 رو، 20 دقیقه رو یه گوشه‌ای برای خودمون بشینیم، این سی دی رو بگذاریم و با صحبت‌هایی که داره میشه، کمک‌ها و تکنیک‌هایی که به ما یاد میده و موسیقی بسیار آرومی که کنارش هست، ما بتونیم با اون خرد درونی که داریم به اون آرامشی که احتیاج داریم برسیم. یه برنامه تلویزیونی بود که با خانم دکتر در موردش صحبت میکردیم، در مورد این بود که به چگونه به آرامش برسیم و تکنیک هایی رو صحبت میکردیم در مورد این که این آرامش رو چگونه به دست بیاریم. این سی دی میتونه خیلی کمک بکنه دوستان، هر جای دنیا هستید حتما این رو میتونید تهیه بکنید و به این آرامش برسید. خیلی ممنون، خط جواب میدیم. یک لحظه مریم خانم رو هول بذارین. دو سی دی من دارم راجع به این که چگونه رفتار مناسب با مادر پدر بزرگامون داشته باشیم. من اینو واقعا نمیخوام بفروشم،
واقعا نمیخوام بفروشم. از روزی هم که تهیه کردم هدفم همین بود که این رو نفروشم و این رو میخوام هر کسی که مادر بزرگ و پدر بزرگ داره به دفتر ما زنگ بزنه و یا بیان یا پاکتی رو با آدرس برگشت خودشون بفرستن به آفیس ما با تمبر زده که ما اینو بگذاریم برشون بفرستیم، چه اروپا چه آمریکا، هر جا هر جای گیتی که هستید ما این رو براتون بفرستیم، چون اینکه فرصتی هم که پشیم بریم پاستخانه و پست کنیم و آدرس بزنیم و وصل کنیم و اینا رو هم نداریم، ولی یه پاکتی بگذارید، آدرس خودتون رو بگذارید، تمبر هم زده باشید، حالا تمبر هم نزده باشید، ما تمبر رو نمیتونیم، بعد لازم بزنن هزینه‌مون میره، دیگه نداریم، خرجمون زیاد میشه، دوست داریم این رو هدیه کنیم. حالا تو پرو فامیلی گروپ که آخرین شنبه هر ماه هست این رو میبریم به کسانی که میخواهید یک رابطه سالم و خوب با مادر و پدر بزرگتون، مادر پدرتون داشته باشید، هدیه میکنیم و برای خود شما هم که سالمند هستید فوق العاده کمک میکنه، چرا که من یه قسمت چه میخونم، یه قسمت چه دکتر میخونن، آمار سالمندان، سالمند به چه کسی گفته میشه، سالمندی دوران بی‌اعتمادی است که ما بهتون کمک میکنیم که نه اینطوری نیست، روش‌های مقابله با تنهایی سالمندان، با سالمندان چه کنیم، شما جوونا که سالمندانیم باشون چه کار کنید، چجوری نیازهاشون رو برآورده کنید، نیازهای فیزیکی روانیشون، نیازهای فیزیکی و روانی سالمندان، شاد بودن رو به سالمندان بیاموزیم. به هر حال یه رای پیدا کنید از طریق ایمیل چیزی که ما بتونیم این رو برای شما بفرستیم. بله، بر روی سی دی دوم هم مسائلی مثل آلزایمر، افسردگی، عزت به نفس و آرامش و خرد درون قرار داره که بسیار مسائل مهمی هست و میدونیم که همه ما سوال داریم در مورد اینکه آلزایمر چیه و چه کار میتونم بکنم که به آلزایمر مبتلا نشم. چقدر عالی، مرسی. جانم بفرمایید. خانم دکتر مرعوی و آقای دکتر رعوفی، من زنگ زدم که به نوبه خودم از شما دکتر نازنین تشکر کنم. اومدم آفیس شما و واقعا چقدر گرم و چقدر با محبت استقبال کردین، حتی من اون موقع اپوینتمنت نداشتم، آقای دکتر رعوفی محبت کردن، برای من وقت گذاشتن، صحبت کردن، شما خانم نوروی سیدی هاتون رو به من دادید و واقعا به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم که شما دو نفر دارین واقعا ایرانی هستید و به ماها کمک میکنید و واقعا از هر دوی شما ممنون هستم. چقدر ممنونیم، لطف میکنید. یادتون میاد شما؟ نه متاسفانه صدای دوست عزیز رو متاسفانه من حدس میزنم. حالتون چطوره؟ مرسی، خیلی ممنون خانم نوروی. من هفته پیش آقای دکتر مزاحمتون شدم، خود خانم نوروی چیز کرد و من واقعا احساس خیلی راحتی و اصلا هیچ مشکلی نداشتم و واقعا شما همه جوره سعیتون رو کردین که واقعا من به همه جوره احساس راحتی کنم توی آفیستون، همه جوره، واقعا من از هر دوتاتون ممنون هستم. لطف میکنید. سی دی ها رو حالا گوش کردید یا نه؟ بله بله، من اون سی دی که شما من محبت کردید که چگونه همسر خود رو انتخاب بکنیم و واقعا چقدر این مفید هستش و واقعا آدم توی اون پروسس آشنایی چقدر بهش کمک میشه. خانم نوروی خواهش میکنم، شما درستی راهتون دوره و اومده بودید اینجا، البته اپوینتمنت داشتید ساعت 4 بعد از ظهر، من از طریق اقوامتون این اپوینتمنت رو دادیم، یه ریز جابجایی کوچیک رو دادیم، ولی شما راهتون یکم دوره، ولی حتما ما ممکنه بتونیم مشاوره تلفنی به شما بدیم. شما خودتون چه جوان خوبی، چقدر با احساس، چقدر مهربون و چقدر پذیرا بودن. مثلا ایشون فکر می‌کردن شاید توجهشون کمه، ولی نرو فیدبکی که برشون گذاشتیم قشنگ نشون میداد که چقدر توجه شما خوبه. مرسی خانم نوروی، واقعا ممنون از همه محبتاتون. ماشاءالله این جوان موفق، بسیار موفق، واقعا من خودم هم به شما دوست عزیز واقعا افتخار میکنم به عنوان یک ایرانی در جایی که دارید تدریس میکنید و واقعا افتخار ما هم هستید و به قول معروف باعث خوشحالی ماست وقتی که در این سطح دارید شما تدریس میفرمایید و مطمئنن در مراحل بعدی زندگی هم میتونید موفق تر از گذشته گام بردارید و همین که واقعا اینقدر
به قول معروف تشکر کردید، واقعا ما رو خجالت زده کردید، ولی مرسی. این افتخار ماست که واقعا خدمت دوستان عرض بکنیم. تمام تلاش ما این هست در دفاترمون واقعا سعی بکنیم عزیزی که داره پیش ما میاد احساس راحتی بکنه، احساس خوبی داشته باشه، برای اینکه ما به هر حال مشورتی میخوایم بکنیم، کمکی لازم داریم، درد و دلی میخوایم بکنیم که همه ما داریم، بتونیم این کار رو به راحتی و در کمال محرمانه بودن و آرامش انجام بدیم. مرسی عزیزم، به امید دیدارتون. مرسی خانم نادری. آقای رفاقی روز خوبی داشته باشیم. مرسی از تلفن. من و دکتر باورمون اینه و آرزومون اینه که خداوند برای ما جوری فراهم کرده ما تونستیم این رشته رو بخونیم و تا بتونیم در خدمت باشیم و امیدوارم به جایی نرسیم که فقط این کار کسب و کار باشه، شغل باشه، پول درآوردن باشه و درآمد باشه. حتما درآمد هست، حتما شغل هست، ولی نه فقط اون. و این آقا واقعا قلب منو به لرزه انداخت، صدای گرمش، مهربونش. درست یادمه متوجه شدم و اسمی که نمیگیم، ولی چقدر با احساس و خوب و ما تونستیم بیست کوچولوی به کار کوچیک، کار واقعا کوچیکی بود، بر روی قدان هستیم. امیدواریم که بتونیم سالم بمونیم و به قول معروف یک واژه‌ای هست که در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. اون شیطان و گرگ نشیم و فرشته یاد بگیریم چجوری بشتونیم مثل فرشته بشیم. والا خیلی مونده. در رابطه با کاپلا صحبت کردیم، آقای ابراهیمی قطعه زیبایی دارن که میخواستیم براتون بخونیم. به همسرشون میگن که در این راه طولانی که بیخبریم و چون باد میگذرد، بگذار خورده اختلاف های من رو با هم باقی بماند. و خواهش میکنم شما باید بگید. بله، خواهش میکنم. مخواه که یکی بشویم، مطلقاً یکی. مخواه که هرچه تو دوست داری من همان را به همان شدت دوست داشته باشم و هرچه من دوست دارم به همان گونه مورد دوست داشتن تو نیز باشد. مخواه که هر دو یک آواز را بپسندیم، یک ساز را، یک کتاب را، یک طعم را و یک رنگ را و یک شیوه نگاه کردن را. مخواه که انتخابمان یکی باشد، سلیقه‌مان یکی و رویاهایمان یکی. بله، و هم سفر بودن و هم هدف بودن ابدا به معنی شباهت بودن و شبیه شدن و یکی بودن نیست، و شبیه شدن دال بر کمال نیست. به دلیل این هستش که هر کدوم ما، عزیز من، هر کدوم ما زاویه دیدمون متفاوت هستش. یکی نیست. بگذار در این وحدت مستقل باشیم، بخواهیم که در این یکی بودن یکی نباشیم، بخواه که همدیگر رو کامل کنیم نه ناپدید. بله، بگذار صبورانه و مهربانانه در باب هر چیز که مورد اختلاف ماست بحث کنیم، اما نخواهیم که با بحث بر هم غلبه کنیم. من و تو حق داریم در برابر هم قد علم کنیم و حق داریم که بسیاری از نظرات و عقاید را هم نپذیریم، اما بیان که قصد تحقیر داشته باشیم. بله عزیز من، بیا متفاوت باشیم نادر ابراهیمی و همنوز برای هم احترام قائل بشیم. برنامه ما روز پنجشنبه ساعت 5 خواهد بود و شنبه 12 ظهر. قدردان هستیم از خانم مریم عزیز و اگر چیزی رو میخواید اضافه کنید در رابطه با مشاوره تلفنی، اگر بخواید زنگ بزنید. بله، میتونید تماس بگیرید. دعوت فیسبوک. میکنیم ازتون، هر کجای این گیتی که هستید میتونید با ما در تماس باشید. الان تارنمای جهانی noravi.com در اختیار شماست، صفحه فیسبوک که هستش facebook.com/drnoravi drnoravi که روی صفحه قرار گرفته در اختیار شماست، با ما در تماس باشید. تلفن ما رو که میدونید 818-344-6818 تماس بگیرید. عزیزی که آفیس منیجر ما هست با صمیمیت و گرمی با شما صحبت میکنه و به شما وقت میده، مشاوره تلفنی و یا مشاوره حضوری. از شما دعوت میکنم الان که تابستون هست و وقت تعطیلات و تعطیلی مدارسه، اگر شما در حال سفر هستید، دارید به شهر زیبای لس آنجلس میاید، میتونید از همین حالا وقت بگیرید برای درمان EMDR
بایو فیدبک، نرو فیدبک، تست های روانشناسی وقت بگیرید و با خانواده تشریف بیارید، در خدمتتون هستیم. ما برای راحتی شما دو دفتر لس آنجلس و تارزانا در ولی رو تهیه کردیم که تا جایی که امکان داره ساعت های صبح بعد از ظهر در خدمت شما هستیم که بتونیم با شما باشیم. دوست عزیز، اگر احساس میکنید ناراحتی وجود داره، سوالی داره، افسردگی هست، نگرانی هست، هر چی هست، هر کجای دنیا هستید، پیش یک مشاور، پیش یک متخصص برید، کمک بگیرید و این رو عقب نندازید. خیلی ممنون. و اگر عزیزی دارید که در بیمارستان هستند در ولی، بدونید که من در تارزانا ریهاب سنتر در رسیدا بلوار نزدیک هترس 3 روز هفته اونجا بیمارها رو عیادت میکنم، میبینم و تراپی بهشون میدم. و اگر خواستید در ریهابی ببرید در تارزانا ریهاب سنتر، حتما با من تماس بگیرید، همون شماره 344-6818 که اطلاعاتو بهتون بدم. و داوطلبان زیادی دارم که اونجا کمک میکنن. اگر شما میخواید داوطلب بشید حتما با ما تماس بگیرید. آخرین شنبه ما هم یادتون باشه که ما در خدمتون هستیم در پارک بگیم انسینو کامیونیتی سنتر 4935 بلبوا بلوار، تقاطع ونچورا. و مهمانان عزیزمون آقای طاهری، خانم مریم نجمی و آقای سیامک ثابت‌ایمانی و خانم پولت عزیز در رابطه با بیمه صحبت میکنن و آقای قوامی عزیز، بابک خرمی و یه مهمان دیگه هم داریم. اعلام کنیم یا نه دیگه؟ سورپرایز. بله سورپرایز، خیلی سورپرایز. مرسی، با ما روز پنجشنبه ساعت 5 با شما خواهیم بود. خدا نگهدار. ممنون. دکتر شیرین نوروی، دکترای روانشناسی بالینی و فوق تخصص در سنجش‌های علمی و روانی از آمریکا، با تهیه برنامه رادیویی و تلویزیونی به نام دریچه امید، چگونگی بهبود یافتن و درمان زخم‌ها و دردهای روانی موجود در خانواده‌ها و جامعه ایرانی را آموزش و مشاوره می‌دهد. دکتر نوروی در همین راستا سمینارهای متعددی در کشورهای ایران، امارات متحده عربی، کانادا، اروپا و آمریکا برگزار نموده است و در همین راستا آثاری را منتشر نمودند که عبارتند از تألیف کتاب چگونه مادر و پدر موثری باشیم، ترجمه کتاب یک سبد عشق، شناخت مردان، چراغ شوهرت را روشن کن، چراغ دل زنت را روشن کن، از کودکان بیاموزیم و نیز هرچی نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه CD چگونه مادر و پدر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم. همچنین 4 محصول جدید با عنوان چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم، چگونه عشق را به زندگی مشترکمان به ارمغان بیاوریم، چگونه به وزن ایدئال برسیم و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم. برای تهیه آثار دکتر شیرین نوروی در ایران با شماره های 0912-578-1366 و یا 0919-705-2548 و در آمریکا و سایر کشورها با شماره 201-818-34-46-818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت nuravi.com مراجعه فرمایید. آقای سیاد، شما بیش از 1 سال فعالیت تلویزیونی داشتید. دقیقاً 1 سال، تمام سال 84. آیا
شما فعالیتتون رو یک شکست قلمداد میکنید در تجربه تلویزیونی که در خارج از کشور داشتید، یا اینکه مطلقا من این شکست قلمداد نمیکنم. من شما اگر میرید در یک کاری شرکت میکنید و بعد اون کار به دلایل مختلف میرید که شما راضی نمیکنه، مطابق میلتون در نمیاد خود کار، چیکار میکنید؟ اون کارو میذارید کنار. استعفا دادن از یک کاری کنار گرفتن به معنای شکست نیست. چه بیشتر نقاط مختلف دنیا را ببینیم، پربارتر و غنی‌تر می‌شویم. این باور نسل فرداست. Fly Emirates. Hello tomorrow. iPack 21 با افتخار تقدیم می‌کند. لیلا فروهر and Rumi's Band. شنبه 8 سپتامبر. Royce Hall, UCLA, Los Angeles. Telephone اطلاعات 310-463-7593 و 08 ایرانیان. حرف من با همه حرفا کمی فرق میکنه، نمیگم برتر اما صحبت از شرق میکنه، صحبت از خانم ایران و سرای شیران، کس بلا دور بماند در پناه یزدان. چهارشنبه ها و جمعه ها از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، برنامه گمشده ها با فرخ در تلویزیون امید ایران. به امید دیدار. ایران 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 ایران. الان که بچه ها از سر راه بیان، اولین چیزی که قبل از نهار از من بخوان پنیر والبرسو خواهد بود. ماما والبرسو میخوام. بالاخره یه پنیری پیدا شد که تمام اعضای خانوادم با لذت نوش جان میکنن. با پنیر مشهور فرانسوی والبرسو ساخته شده از شیر بدون هورمون، جلوه خاصی به میزتان بدهید. شرکت آبشار شما را به یک زندگی سالم با نوشیدن آب سالم دعوت می کند. شرکت آبشار با بهره‌گیری از پیشرفته ترین فناوری جدید قادر به انجام پروژه های مسکونی و صنعتی می باشد. دستگاه های نوشیدنی با آب سرد و گرم، تصفیه مرکزی، ضد عفونی، نمک زدائی از جمله سرویس های شرکت آبشار است. آبشار با هر بودجه‌ای در کنار شماست. تلفن رایگان و اطلاعات 1-888-755-2000 1-888-755-2000. اگر مایل به داشتن آب سالم و گوارا در منزل یا محل کار خود هستید، شرکت آبشار را انتخاب کنید. غذای خوشمزه ایرانی را در رستوران باران میل کنید. رستوران باران محل مناسب برای جمع خانواده شما. کیترینگ رستوران باران مهمانی مجالس شما را رنگ دیگری می دهد. رستوران باران با دلیوری مجانی واقع شده در 1916 وستوود بولوارد. تلفن تماس 310-475-4520. در باران وسود، رستوران باران صفای دیگری دارد.
علی هاشمی علوی مترجم دادگاه‌های کالیفرنیا، ترجمه فوری کلی اسناد و مدارک از قبیل شناسنامه، مدارک تحصیلی، وکالتنامه، مقالات و کتب، نامه‌های دریافتی، قباله ازدواج، گواهی فوت، مدارک انحصار وراثت، ما به رایگان و در اسرع وقت به منزل یا محل کار شما برای دریافت و یا تحویل مدارک می‌آییم. مترجم رسمی برای دپوزیشن و دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و مهاجرت. تلفن 24 ساعته 310 696 1922، 310 696 1922. سازمان خیریه حمایت از خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی جهت رسیدن به اهداف والای خود که همانا حمایت از همه افراد خانواده، بازدید از سالمندان، بهینه‌سازی روش‌های تربیتی مادر پدرها و روابط همسران و کمک به موفقیت جوانان می‌باشد، به خدمات داوطلبانه شما نیاز مبرم دارد. همچنین از شما دعوت می شود تا در سمینارهای آموزشی و رایگان این سازمان و جلسات حمایت جوانان که در آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 الی 4:30 بعد از ظهر در انسینو کامیونیتی سنتر واقع در 4935 بالبوا بولوارد برگزار می گردد شرکت کنید. برای دانستنی های بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس گرفته و یا از تارنمای profamilygroup.com دیدن فرمایید. نیمه دوم LA Soul در مقابل واشنگتن فریدم و استادیوم هوم دیپو سنتر. برمیگردیم به جریان بازی و آغاز نیمه دوم. در این لحظه مارتا یه لحظه میرفت که تعادلش به هم بخوره. اینطور که شنیدم گوینده استادیوم اعلام یک تعویض کرد در تیم لس آنجلس. کندل فلچر بازیکن شماره 2 بیرون رفته، خانم سحر، و به جای او باید ببینیم که چه کسی وارد زمین شده. حداقل من کندل فلچر شنیدم که خارج شده. مارتا صاحب توپ، خود مارتا مانور میده در مقابل شماره 6، پا به توپ، همچنان صاحب توپ میره که بله این توپش به اوت میره. همچنان من میبینم تماشاچیان در حال حرکت و ورود به استادیوم هستن. روز یک شنبه تعطیل هست در لس آنجلس و طبیعتاً در بازی اول شما شاهد هستید که دست‌اندرکاران سعی کردن که این استادیوم رو طبیعتاً پر بکنن و به نظر میاد که حداقل 15,000 نفر تا اینجا در استادیوم حضور پیدا کردن. بازیکن شماره 20 از واشنگتن، کاپیتان ابی وانباگ، توپش لو میره.
اوت رو میره که امیلی یانس پرتاب بکنه. ابی وانباک در مسافه با الیسون فوک، توپ اوت میره. این بار امیلی یانس یه بار دیگه و با سونیا بامپاستر بازی میکنه. سریع لوری لینزی با عقب برای کت وایت هیل، به اون جناح میکشونه، کارشون گره میخوره. دو تیم پچمه کمک داور توپ رو به نفع تیم آبی پوشای الی سول اعلام میکنه زیر پای مارتا. سه یار او رو محاصره کردن. ابی وانباک و صدای سوت داور به خاطر فولی که الی سول روی او مرتکب میشه. پشت توپ قرار میگیره کت وایت هیل، در حالی که هفت بازیکن تیم آبی پوشا اومدن و خط دفاعی رو بستن. این توپ بلند ارسال میشه.